نی میان سرانگشتانی هنرمند، حکایت سالها هنرآموزی از دل ساقه هایی به ظاهر نحیف. من 42 سال استش که اینو حسیر بافی رو دارم انجام میدم. پیش پدرم، پیش مادرم کار میکردم، خیلی دوست داشتم این کار رو ادامه بدم. داستانی که سالهاست نقشی از خاطره میزند بر تار و پود رشته های ظریف نی، آن هم به دیده دل ندیده چشم. این طرح ها رو از کجا تهیه میکنید؟ خودم از ذهن خودم با فکر خودم اینا رو انجام میدم. قبلا فقط زنبیل بود و کلا، الان همه با فکر خودم اینا رو انجام میدم. دنیای بی تکلفی دارد بانوی حسیر باف، ایوانی کوچک و ابزاری ساده که آن هم به برکت خودرو بودن ساقه های نی ساده تر جلوه میکند. اسمش گاله، فارسی گالی میگن، به محلی ما میشه گاله. بعد ما این میرفت آقندان میگرفتیم، الان میرم در طرف جاده محمود آباد بین سایه قارمشهر بین جاده ها. چراغ پیشه ی حسیر بافی را آرام آرام به دست فرزندانش می سپارد تا مبادا حکایت کهن نی در هنرش به مانند هنرهای دیروز فراموش و یا قربانی هنرهای نازحور امروزی شوند. اینه بهش میگن کوب، که به صورت زیرپایی و مثل فرشینه، و این داره مثل دار قالیه، و این بافتی که انجام میشه مثل بافته قالی انجام میشه. بانوی حسیر باف بابولی را آرزوییست ظریف به مانند هنرش. دوست دارم تو خونم یه آرشک بزنم، کارگاه کنم، آموزش بدم. توجه بیشتر به هنر حسیر بافی، صاحبان این صنعت، تبلیغات و بازاریابی، علاوه بر اون که میتونه موجب جلوگیری از فراموشی این هنر اصیل بشه، به احیاء هرچه بیشتر این هنر هم کمک میکنه. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، روستای درزی کلا، شهرستان با